به نام خداوند یکتا و توانا، بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجموعه خبری ساعت 6 از شمشاد نیوز. امروز چهارشنبه 4 دل 1402 خورشیدی که برابر می شود با 24 جنوری سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. ۲۴ جنوری روز جهانی تعلیم. مسئولین بر بالا بردن کیفیت تعلیمات دینی و عصری در کشور تاکید دارند. واخان نقطه وصل ترانزیت افغانستان با چین. مسئولین از تکمیل شدن کار این دهلیز تا 2 ماه آینده خبر می دهند. و متهم شدن اسرائیل به کشتار غیر نظامیان در غزه از سوی سازمان ملل. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. سرپرست وزارت معارف میگوید که کار روی بالا بردن کیفیت تعلیمات دینی و عصری جریان دارد. سرپرست وزارت معارف در کنفرانس ملی تقویت نهادهای تحصیلی و تعلیمی گفته است که سیستم تعلیمی کشور با کمبودی های زیاد مواجه است. سرپرست وزیران معارف و تحصیلات عالی میگویند که بالا بردن کیفیت تعلیمات دینی و عصری از اولویت های آنها است و در حال حاضر کار جدی روی آن جریان دارد. معاون سیاسی ریاست الوزرا نیز میگوید که به مشکلات این وزارت ها رسیدگی خواهد شد. کنفرانس ملی تقویت مؤسسات تعلیمی و تحصیلات عالی به حمایت استادان پوهنتون و با پیشکش مقالات و پیشنهادات استادان پوهنتون ها به مدت 2 روز افتتاح شد. حبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف، در این کنفرانس بحث تعلیمات دینی و عصری را در کشور پایین خوانده و حل آن را بر عهده امارت اسلامی خوانده است. در این کنفرانس سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته است که کیفیت تعلیمات دینی و عصری در کشور پایین است. کیفیت استادان، بی کیفیت علما، بی کیفیت علمی خلق د دې نتیجه بیا دای چې هغه علمی سلسله به موضوعی پی د دې نتیجه بیا دای چې په هیڅ میدان کې به جوابګو نه یو، نه به په عصري میدان کې خپل مشکلات حلوای سو، نه به په دینی میدان کې خپل مشکلات حلوای سو. نو دا زموږ یو مجبوری ده چې موږ د معارف وزارت چې د سنگ بنیاد حیثیت لري د هغو سره همدردی هم د تعاون په شکل او هم د مجبوریت په شکل ورلو، بلکې ټول نظام د نظام مشرتابه دا مکلفیت لري چې د دغه مهم او اهم وزارت و هرې نقطې ته توجه ولري او د دې وزارت د تعلیمي او علمي چارو د پیاوړتیا لپاره ګام واخلي. حبیب‌الله آقا میگوید که در شماری از کتاب‌های دینی خارجی ها دست زدند و افکار نادرست در آن جا داده شده است. سرپرست وزیران معارف و تحصیلات عالی میگویند که فاصله میان تعلیمات دینی و عصری تمام خواهد شد و کار روی آن جریان دارد. آنان برای بالا بردن ظرفیت تعلیمی و تحصیلی در کشور بالا بردن سطح دانش استادان را مهم میخوانند. نصاب به سلسله کې د علمي وزارتونو ټول په دې باندې مصروف دي. په دې دومره شغل او مصروفیت کې بیا هم په دوه هفته کې مشران وزیر صاحبان د علمي اداراتو د سهار څخه تر ماښامه پورې پر دې باندې ناستې، پر دې نصاب باندې کار روان دي. تخنیکي کمیټه هم کار کوي، علمي کمیټه شوی هم پر دې باندې کار کوي. لکه مخکې چې هغه صاحب محترم درته وویل، یو شی چې د عالي تحصیلاتو خاص مکلفیت دی، فعالی تحصیلاتو که بیا د تعلیم و تربیه خاص مکلفیت دی، هغه د معیاري استاز د ښه استاز وړاندې کول دي د معارف وزارت. او داسې د اسلامي امارت نظام دی او اسباب هم هر څه راته برابر دي، وخت هم الله جل شانو راکړی دي، امکانات هم تر یوه اندازې پورې په لاس کې لرو، او موږ د دې
علوم که دینی علوم دی که عصری علوم دی چه دیده ده کیفیت پا الورولی که موز کوشش و نکو والله پا ورز ده آخرت با الله از مورستایش چخه سخت محاسبه را سرهو که وقتی را کلی دی ترخپل تری توان پری تقریبا امکاناتون پلاس که لرو اسباب امرت محیادی. سرپرست وزارت معارف نگرانی کرده است که هرگاه سطح تعلیمات دینی در کشور افزایش نیابد احتمال مداخله افکار بیرونی در میان جوانان وجود دارد. معاون سیاسی ریاست وزرا نیز در این کنفرانس تاکید کرده است که سطح تعلیمی و تحصیلی کشور باید با معیارهای بین‌المللی آماده و برابر شود. آقای کبیر گفته است که امارت اسلامی و تعلیم اولویت می‌دهد و با مشکلات این وزارت‌ها رسیدگی خواهد شد. چه باید په دې باندې د دې نه وروسته کار وکړو چې خپل تعلیمي او تحصیلي نظام د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د دنیا د غوښتنو سره برابر یو نظام یو تحصیلي نظام ولرو تر څو زموږ تاسې شاګردان زموږ تاسې محصلین د اسلامي روحیې په څنګ څنګ کې په دنیاوي تعلیم باندې هم په پوره معنا باندې سنبالي. د افغانستان اسلامي امارت هیڅ کله داسې نه دی چې د هغوی توجه به یوازې دیني علومو ته وي، یوازې شرعي علومو ته به وي، بلکې د افغانستان اسلامي امارت دې ته متحد دی. چون د افغانستان اکثریت ټولنه مسلمانانه ټولنه ده، اسلامي زده کړه اسلامي تعلیم به په سر کې قرار لري. دا زموږ تاسې ضروري علم دی، راباندې فرض عین دی. عصري تعلیم هغه که د طب په بخش کې وي، که د انجینرۍ په بخش کې وي، که د اقتصاد په بخش کې وي، کدابیات په بخش کې، په هر بخش کې به موږ تاسې خپلو شاګردانو خپلو محصلینو ته به تعلیم ورکوو تر څو زموږ تاسې افغانستان د اسلام په رڼا کې په عصري علومو باندې هم سنبال او د دنیا سره سیال وګرځېږي. در کنفرانس ملی تقویت مؤسسات تعلیمي و تحصیلات عالی استادان پنتولهای مختلف 182 مقاله و پیشنهاد داشتند، اما مسئولان در مورد صنفهای دخترانه بالای صنف ششم و همچنین اجازه ورود دختران و پوهندونها چیزی نگفتند. هدف از این کنفرانس برجسته سازی کاستی های هر دو وزارت و ایجاد کمیته مشترک برای حل مشکلات بود. امروز مصادف است با روز جهانی تعلیم در سراسر جهان. هم از حال از 24 جنوری به مناسبت روز ارزش و ضرورت تعلیم در سراسر جهان تجلیل به عمل می آید. همزمان با این امروز سرپرست وزارت معارف در کنفرانس ملی تقویت نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان گفت که بدون علوم عصری پیشرفت کشور ناممکن است. از سوی دیگر دفاتر یونما و یونسیار در صفحات ایکس خود به مناسبت روز جهانی تعلیم تاکید بر تعلیم در افغانستان نمودند. از 24 جنوری همساله به عنوان روز بین المللی تعلیم تجلیل می شود. از این روز در سراسر جهان در حال تجلیل می شود که در افغانستان پروسه تعلیم ناتکمیل است و از حدود 850 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محرومند و بیش از یک سال می شود که دروازه پوهنتون‌ها برای دختران محصل نیز بسته شده است. از سوی دیگر رئیس یونما در کابل می گوید که تعلیم یک ضرورت است و هیچ کس نباید از این حق محروم شود. امروز روز جهانی تعلیم را مبارک می گویم، زیرا فرصت مهم برای دستیابی به صلح پایدار و اهمیت تعلیم برای یادگیری است. تعلیم برای تمام اقشار افغانستان، پسران، دختران، زنان یک ضرورت مهم است. افغانستان از لحاظ تاریخی چهره شناخته شده است و تعلیم برای آینده افغانستان تأثیر مثبت دارد تا رشد اقتصادی نموده و دیگر بخش‌های آن تقویت شود. این اظهارات رئیس یونما در حال بیان می شود که سازمان بین المللی مهاجرت بر ارزش تعلیم تاکید کرده است و اطمینان داده که در این بخش از دختران و پسران افغان حمایت می کند. به مناسبت روز جهانی تعلیم یونسیار به حمایت خود از پسران و دختران ادامه می دهد. با وجود محدودیت ها تعلیم برای افغان ها چراغ آرزو است. با آنکه از بسته شدن دروازه پوهنتون ها برای دختران یک سال می گذرد، اما محصلین ابراز امیدواری می کنند که این حق برایشان داده خواهد شد و به آرزویشان خواهند رسید.
ورځې څخه په ډېره خوشحالي منځنه کوي. د زده کړې په ارزښتونو د هغې اغېزې په ټولنې کې د دې څخه دی لمانځنه کوي. خو متاسفانه د دغې ورځې په رارسېدلو سره زموږ د هېواد وګړي نه یوازې چې لمانځنه نه کوي، بلکې هغه درد چې د دوی په زړونو کې دی هغه واقعا د بیانولو وړ نه دی. د درې کلونو راهیسې د مکتب دروازې د نجونو په وړاندې بندې دي، د پوهنتون دروازې، د کورسونو هغه ټول آموزشي ځایونه چې دي د هغو دروازې د نجونو په وړاندې بندې دي. دا چې دا څومره منفي اغېزه پر ټولنه، پر شخصیت او د دوی په خپل روح روان باندې لري، دا هم د بیانولو وړ نه دي. از روزه جهانی تعلیم در حال تجلیل می شود که نزدیک به 2 سال می شود دروازه مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و از 1 سال به این سو دروازه پوهنتون ها برای دختران محصل بسته شده است. اما مسئولین می گویند که این کار دائمی نیست و برای حل آن کار جدی جریان دارد. افغانستان به زودی از راه دهلیز واخان با چین وصل خواهد شد. کار سرک واخان 80% تکمیل شده است و در 2 ماه آینده افغانستان را با چین وصل و برای استفاده از ترانزیت آماده خواهد شد. به گفته مسئولین، کار ساخت این سرک حدود 360 میلیون افغانی هزینه برداشته و تنها کار ساخت 10 کیلومتر آن باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی این راه را برای افغانستان و منطقه مهم می خوانند و بر ساخت اساسی آن تاکید دارند. مسئولین وزارت انکشاف و دهات از آغاز شماری از پروژه ها خبر می دهند که سرک واخان بدخشان نیز شامل آن است. مسئولین می گویند که سرک واخان که از منطقه گنبد عبور کرده و با سرحد چین که حدود 50 کیلومتر سرک است، کار 40 کیلومتر آن تکمیل شده است. مسئولین این وزارت می گویند که در حدود 2 ماه آینده کار باقی این سرک تکمیل و برای استفاده از ترانزیت آماده خواهد شد. دغه سرک افغانستان له چین سره نښلوي او زموږ د هیواد لپاره اقتصادي ارزښت لري. د کلي د بیا رغونې او پراختیا وزارت د غوره مدیریت له کبله د همدې سرک 40 کیلومتره د تګ راتګ جوګه شوی، پاتې څه کم 10 کیلومتره انشاءالله ډېر ژر به جوړ او د چین هیواد صفري نقطې ته ورسیږي. د چین سړک انشاءالله د راتلونکي پسرلي په 2 میاشتو شاوخوا تر 3 میاشتو کې به ډېر سم چې هر څه به جوړ شوي، تر پلچکه تر سرحده به رسېدلی وي. د ده کمه بودیجه د جغلي سړک روانه ده، د دې تقریبا 390 میلیونه افغانۍ بودیجه ده. کریدور ترانزیتی واخان از نظر اقتصادی برای افغانستان مهم است. اقتصاددانان می گویند که دهلیز ترانزیتی واخان نه تنها برای افغانستان بلکه برای اقتصاد منطقه نیز یک مسیر مهم است و این پروژه باید به صورت اساسی انجام شود. کریدور ترانزیتی واخان بدخشان افغانستان و کشور چین یک پروژه بسیار با اهمیت اقتصادی است بر افغانستان و بر منطقه. ما امیدوار هستم که پروژه به شکل اساسیش تطبیق شود. امارت اسلامی میگوید با تکمیل شدن این سرک مشکلات تاجران افغان حل خواهد شد که با کشورهای همسایه در مسئله ترانزیت داشتند. با آنکه مولوی کبیر از پاکستان نام نبرد، اما افزود که راه واخان یگانه مسیر بدیل خوب برای تجارت و ترانزیت افغانستان است. د واخان سرک چې زمون تاسو لپاره ډیره اقتصادي مهمه پروژه ده، د امیرالمومنین صاحب لخوا اجازه شوې ده په هغه باندې به کار کیږي. ان شاء الله چې زمون تاسو سرحد به د چین سره د تجارت په بخش کې وصل کیږي. د مون تاسو هغه تاجران ورونه چې د هغوی مالونه د زنو ملکونو لخوا نه په خپل وخت کې اجازه د مال نه ورکول کیږي، دومره مال وزنډیږي چې د دمرش د وجې نه حتی هغه خلق خپل مالونه هلته پرېږدي. دومره جرمانه، دومره ټیکس هغه یې ورباندې راولي چې نور تاجر ته د هغه مال راوړل په ګټه نه تمامي، خپل مال نه تیر شي پرېږدي. نو که چېرته زمونږ دغه لاره د چین سره وصل شي، نو موږ به د پردیو د احتیاجاتو نه خلاص شو، برای راست به د یغ ځنه خپل تجارت به همځي وراځي. از سوی دیگر وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که در ولایت نیمروز کار روی ساخت بند آب را آغاز کرده است که 2 میلیارد افغانی هزینه دارد. مسئولین می گویند که این بند ظرفیت ذخیره کردن آب به مقدار 140 میلیون متر مکعب را دارد و 14 هزار هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد. در نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالی که د شاوخوا 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د اوبو یو لوی بند جوړیږي. دغه بند چې 55 متر لوړوالی لري، په اټکلي ډول د 140 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي او د یاد ولایت د کلستان، دلارام، خاشرود
غرغوري او چخانسور ولسوالي او شاوخوا 14 زره هکتار کرنیز از مکه خړوبوي مش خوش وسنه اټکل دادي شدا بند به ان شاء الله په درې کال کې مش ګټه خسنې توسپارو او دا به د وسه لپاره زراعتي بند وي. وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید بغلان، بادغیس، هرات، نیمروز، زابل، فرا، کندز، سرپل، بلخ، پروان، کاپیسا، پکتیا و نورستان از جمله ولایت های هستند که در 142 ولسوالی آنها به ارزش 365 میلیون افغانی ذخایر آب باران ساخته می شود و به زودی برای استفاده آماده خواهد شد. شمار از حلقات بیرونی و تشنج های قومی و مذهبی در افغانستان دامن می زنند. از چند روز به این سو شماری از حلقات که اکثریتشان مخالفین امارت اسلامی هستند ادعا دارند که در افغانستان اقلیت‌ها آزادی مذهبی ندارند و هزارکوشی ادامه دارد. حکومت سرپرست این ادعاها و اتهامات را رد می‌کند و آن را دسیسه دشمنان افغانستان می‌خواند. در این حال قومی هزاره کمپین‌های نسل‌کشی هزاره‌ها را که در خارج از کشور آغاز شده است کار مخالفان وحدت و ثبات افغانستان می‌خواند. این نخستین باری نیست که در بیرون از کشور کمپین ها آغاز می شود و در آن امارت اسلامی را متهم به نسل کشی یک قوم خاص می سازد. این کمپین ها که شمار از رسانه های برای آن خاص را موقف کردند در آن ادعا شده است که حکومت سرپرست با اقلیت های مذهبی و قومی در افغانستان رفتار دوگانه دارد و به صورت سیستماتیک هزاره کشی را در این کشور جریان دارد. ذبیح الله مجاز خنگوی حکومت سرپرست این ادعاها و اتهامات را رد می کند و می گوید که در افغانستان در مقابل اقلیت های قومی و مذهبی گونه بیزی وجود ندارد و آن در سای چهرهای ناکام داخلی و لقات بیرونی میخوانند. پسند لفانستان تکتیدیلی در اقوی لهم لفانستان سر دکمانی فکر کردی لهم اختلافات و تلمن و اخواری لهم در دقیقه بیتفاقوی نخوان در خستل هواری افغانستان اوز بدل در افغانستان که صوبات تا افغانستان که امنیت تا هیچ نو تا بیسته چه اصلا نو کول کهی هزاره رونه اوز بک رونه پکتون رونه دې چې په کوم تیرې نه کې دي د دقیق او حقیقي موقف ته د امارت تاسو باندې عقیده نه لرم. از سوی دیگر کارشناسان آغاز کمپین های نسل کشی هزاره‌ها در بیرون از کشور را کار آن چهره و لقات بیرونی می دانند که در افغانستان چهره های بدنام و ناکام از خود به جا گذاشتند. از همو پیش آمد مسئولین امارت اسلامی مجاهدین امارت اسلامی در رابطه با مردمی اهل تشیع در رابطه با هزاره‌ها رفتار اسلامی، افغانی، اخلاقی و مسئولانه بوده و هست و هیچ گونه این تبلیغاتی که میشه گویا با مردم هزاره خشونت میشه و نسل کشی میشه و یا ای که رفتار غیر انسانی با توسط مجاهدین و یا مسئولین امارت اسلامی با ملت زحمت کشم و بزرگواری هزاره صورت میگیره ایگه آری از حقیقت است. اما شمار دیگر از کارشناسان از امارت اسلامی میخواند که در مقابل این گونه دسته ها و حلقات اقدامات جدی نماید و به کسی اجازه ندهد تا وحدت افغان ها را صدمه بزند، افکار افغان ها را مخشوش کند و به هدف شوم خود دست پیدا کند. په افغانستان کې موږ په خپل وینو الحمدلله سي د اقوامو په مابین کې ډیر ښه فضا کې ژوند روان ده او حکومت خپل خدمات په یو سان باندې ټولو ته وړاندې کوي. دلیل دا ده چې حتی په دشت برچی کې چې موږ ورونه ژوند کوي هلته سړکونه جوړیږي، هلته شفاخانې جوړیږي او هغه ورته واضح ده چې دا خبرې ټول درواغ دي او د ما په اند باندې دا د غرب د استخباراتو کړی کار ده. مقصد هم دا ده چې یو په افغانستان کې تشویش واچوي. پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی این دومین بار است که در بیرون از کشور و در شمار از رسانه های اجتماعی کمپین های برگزار می شود که در آن امارت اسلامی به نسل کشی هزاره ها و محدودیت آزادی مذهبی شیعه متهم می شود. اما حکومت سرپرست این ادعاها و اتهامات را رد می کند و می گوید که در افغانستان در مقابل اقلیت های قومی و مذهبی هیچ گونه تبعیض وجود ندارد و آن را دسته چهره های ناکام داخلی و علاقات بیرونی می خواند. سال گذشته حدود 1000 تابعه خارجی از 60 کشور از ولایت بلخ بازدید کردند. بلخ که ده‌ها محل تاریخی دارد در گذشته سیاحان خارجی به دلیل ناامنی برای بازدید از آنها جرأت نمی‌کردند. اکنون با آمدن سیاحان خارجی به این ولایت کار بار مردم بلخ نیز بهتر شده و مسئولین نیز از امنیت سیاحان اطمینان می‌دهند.
بلخ باستان که اخیراً مورد توجه صدها جهانگرد داخلی و خارجی قرار گرفته است، مهمان شمار زیاد از گردشگران بوده است. گردشگران که از کشورهای خارجی میآیند و میگویند که قبلاً به گردشگری در افغانستان علاقه داشتند، اما به دلیل ترس از تهدیدات امنیتی خوش نداشتند سفر کنند. اما اکنون مطمئن شدند که امنیت خوب است و می توانند به هر منطقه بروند. افغانستان is very safe country. در افغانستان امنیت کامل برقرار است. افغان‌ها مردم مهمان نواز هستند. اینجا به من کمک کردند. فرهنگ خوب و غذای لذیذ دارند. حکومت طالبان خوب است. سیاحان خارجی بدون هیچ ترس می توانند از زیبایی‌های این کشور لذت ببرند. So happy to finally be here. It is a beautiful country. من خیلی خوشحالم که اینجا هستم. من برای اولین بار در یک سفر به افغانستان آمدم. در مورد رفتار بد طالبان زیاد شنیده بودم. دل و نادل سفر کردم. اما اینجا همه چیز برعکس بود. از من خوب مهمان نوازی شد و از کلتور و عنعنات این کشور لذت بردم. با ورود این گردشگران، نه تنها عواید ریاست اطلاعات و کلتور افزایش یافته است، بلکه در تجارت مردم و رستوران ها نیز بهبود چشمگیر حاصل شده است. برخی از هتلداران در بلخ میگویند که در یک سال گذشته روزانه بیش از 100 گردشگر خارجی از هتل‌های آنها دیدن میکنند و تجارت آنها بهبود یافته است. از وقتی که حکومت امارت اسلامی روی کار آمدند، تعداد سیاحین و گردشگرای ما بیشتر شده، بخصوص در ولایت بلخ. دیگه ما در کل گفته میتونیم که ماهانه در حدود 10 نفر 8 نفر ما از سیاحین جا میمان می داشته باشیم که اینا هم به تجارت و اقتصاد هتل ما تاثیر داره و هم در اقتصاد جامعه و مردم ما رول مهم را بازی میکنند. ما نه در حدود تخمینی گفته میتونم در حدود 100 الی 150 نفر رفت آمد میکنند. دیگه در قسمت چیز میمانای که میاین از لحاظ اقتصادیش برای ما هم خوب است، برای کسایی که میاین اینجا هم خوب است، یا کسایی که تاکسی میرن یا یک مثل زنجیره ای است. دیگه مثلا یک مثلا ما فعالیت داشته باشیم، از ما دیگه جایا و تاکسی و جایهایی که میرن دیدن میکنن از ساعات تاریخی و اینجا، دیگه این برای از اونا هم خوب است، بخاطر که اونا میرن یک چیز خریداری میکنن. دیگه از لحاظ برای از اونا هم از لحاظ اقتصادی برشون خوب تر است. همزمان مسئولان ریاست اطلاعات و کلتور و ولایت بلخ میگویند که در سال جاری تعداد گردشگران خارجی چندین برابر افزایش یافته است و اطمینان میدهند که امکانات را برای گردشگران فراهم کرده و از آنها پذیرایی خوب میکنند. در سال 1402 از اول عمل تا فعلا به تعداد 732 تن گردشگر خارجی از کشورهای 60 کشور مختلف جهان، از ولایت بلخ، از جاهای سیاحتی و از آبادهای تاریخی ما دیدن نمودند که ریاست امنیت گرزندوی ریاست اطلاعات فرهنگ همراه اینا همکاری نموده و از اینا را گرفته در هتل‌های سیاحتی که ما در ولایت بلخ تقریبا بیشتر از 13 هتل سیاحتی داریم جابجایی نمودیم. همراهشان ثبت راجستر این اداره گردیده و همراهشان همکاری صورت گرفتند. این در حال است که مسئولان حکومت سرپرست اعلان کرده که در این اواخر شمار زیاد از اتباع خارجی از طریق میدانهای هوایی و بنادر زمینی کشور از شمار از ولایتهای کشور بازدید کرده اند. در ولایت غزنی با موترهای تاکسی برنامه رنگامیزی و نمبر پلیت خاص آغاز شده است. مقام های محلی میگویند که این پروسه را بر اساس تصمیم رهبری حکومت آغاز کردند و در جریان آن به تمام تاکسی ها نمبر پلیت و رنگ داده می شود. مدیریت ترافیک غزنی از رانندگان تاکسی در این ولایت می خواهد که بر اساس مسئولیت خود در این پروسه شرکت کنند. در ولایت غزنی برای موترهای تاکسی پروسه رنگ مشخص و نمبر پلیت خاص آغاز شده است. مسئولین ترافیک این ولایت می گوید که تمامی راننده های تاکسی مکلفند تا موترهایشان را رنگ تاکسی و برای آنها نمبر پلیت مشخص بگیرد. ورسته د اسلامي امارت له حاکمیت ورسته د اول وارده سي غزنی ولایت کې موږ دي ټیکسي موټرو دي پليټو توزیع ورزوه او افتتاح مو لله الحمد سي د مخکې د ټیکسي پليټو اخیستلو لپاره ډېرې ستونزې موجودې وي او ډېر مشکلات وو. لله الحمد مشکلات اوس اسلامي امارت حل کړي دي او نن لغونه دا وسی غزنی ولایت کې دی اغه موټر افتتاح وسوسی دی لفاره ځنګل رنگ دا خپل ټیکسي رنگونه ورته انتخاب سوی دی
او خپل ټکسي پلیټ مودې ته تسلیم کړه. مسئولین میگویند که به هدف زیبایی شهر برای راننده ها سهولت در زمینه اخذ اسناد ایجاد کرده اند. دی ټکسي وسایل نوې رنگ دغه د ترافیکو په نظام کې یو ډیر لوی بدلون دی چې د ښار د ښکلا ترڅنګ د ټکسي وسایلو په نظم او ترافیکي هم نظم ټینګښت کې دغه یو ځانګړی رول لري. بلکل لکه څرنګه چې تاسو شاهدان یې چې نن غزنی ولایت کې ټکسي وسایلو د پالیټ د ویش لړۍ پیل شوې ده، په همدې خاطر پیل شوې ده دغه چې ښاري ټکسي او اطرافي ټکسي شخصي وسایلو په اختیار کې اخیستي وه. نو ترافیک پولیس ریاست دغه لازمه وبلله چې ټکسي وسایلو د تنظیم او د نظم د برابروالي په خاطر دغه یو طرز العمل جوړ شي او دغه خط سیرونه ټول د ټکسي وسایلو په اختیار کې ورکړل شي. راننده های تاکسی نیز از این اقدام استقبال میکنند و تاکید دارند که برای موترهای دیگر اجازه کار داده نشود. و یک خواهش دیگه هم ترونا داره از رئیس ترافیک و از کلگی که میگن برادر موترهای شخصی در اینجا زیاد مزاحمت نه برای ما، موترهایی که استیکر داره زیاد مزاحمت میکنه برای ما، سواری ما را میبرن طرف کابل، هر جایی که تسکل این باشه برای ما زیاد مزاحمت نمیاد میکنه. از یاد خواهش میکنیم همین کفس امیر میگن نه نمیر، خواهش میکنیم نمی جواب گرفته شه که خدا خواسته نام موترونای تاکسی اونها بد نشه که ما زحمت کشیدیم و تاکسی کردیم، باید همین موترهای شخصی مکمل دیگه یا تاکسی شه یا ما تاکسی لاین داریم، باید موترهای شخصی باید لاین ما نباشه. مدیر ترافیک غزنی میگوید تا زمانی که راننده ها موترهایشان را رنگ جدید و برای آن پلیت مشخص تاکسی را نگرفته اند، آنها اجازه کار را نخواهد داشت. و اکنون همچند خبر از جهان. سازمان ملل بار دیگر از کشتار غیرنظامیان در غزه توسط اسرائیل انتقاد کرده است. سرمنشی سازمان ملل گفته است که کشتار بدون تفکیک فلسطینی ها در غزه از سوی اسرائیل غیر موجه است و به آن نمیتوانه هیچ گونه جواز اخلاقی داد. با این حال اداره همان کننده کمک های بشری سازمان ملل گزارش داده است که اسرائیل 90 هزار باشنده خان یونس و 500 000 بی‌جا شده ها در این منطقه را به ترک این ساحه هشدار داده است. امریکا میگوید در حال حاضر برای حمایت نظامی از اوکراین بودجه کافی در اختیار ندارد. وزارت دفاع امریکا از کشورهای عضو ناتو خواسته است تا برای حمایت از اوکراین دست به کار شوند. در حال حاضر 50 کشور حمایت کننده اوکراین در امریکا جمع شدند تا روی چگونگی کمک به اوکراین بحث نمایند. بیننده های گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. از همراهیتان سپاسگزارم. بقیه اوقاتتان خوش. الله نگهدار.